سروشیش کس اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین خلق رو تکذیب کرد. سروشیش کس یا سروش لشکری، خواننده شناخته شده رپ که با نام هنری هیچ کس فعالیت میکنه، در پاسخ به اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین خلق تاکید کرد که این گروه رو فرقه میدونه و با ایدئولوژی اون مخالفه و همین استوریه که روی صفحه داری تماشا میکنی. بعد از این اتفاق سری رسانه های داخلی اومدن تیترای عجیب غریب در رابطه با سروشیش کس زدن. مثلا خبرگزاری تسنیم نوشت افشای همکاری هیچ کس با منافقین پایان یک سلبریتی برانداز. ولی این ماجرا اصلا از کجا نشأت گرفت و علت اون چی بوده؟ اشکان فدایی با هیچکس ارتباط نزدیکی داشت، اولین توییت رو منتشر کرد که باعث شد این جنجال حسابی پخش بشه. گفت نمیخواستم عمومی بگم ولی سروش اصرار داره بشینه اینور اونور دروغ بوافه. دلیل جدایی سروش و ملتفت رابطه این آقا با فلانهای مجاهدین، نه چیز دیگه. اینا مکسای پدر مادر آزاده اکبری، زن این آقاست وسط این انقلاب، که البته چیز خصوصی نیست و انقدر وقیه که همه اینها رو روی صفحه مادرزنش میتونید ببینید. سروشیش کس هم در توییتر نوشت من و همسرم آزادی خواهیم و خواهان برقراری دموکراسی لیبرال، با فرقه مجاهدین خلق ارتباطی نداریم و غیر از مخالفت با ایدئولوژی اسلامگرا کمونیستی این گروه، همونطور که در کنار اسمش آوردم، این گروه رو یک فرقه میدونیم. افشاگری های دیگه هم کرد و گفت و اینکه من از گروه موسیقی که خودم اسمشو گذاشتم و الان تبدیل به یک فرقه شده اخراج نشدم، ترکش کردم و از این جور چیزها نوشت. توییت های بسیار زیادی زد هیچ کس. مثلا در یک رشته توییت نوشت تایید کرد که پدر مادر همسرش از سالها پیش حامی سازمان مجاهدین خلق بودن، اما او و همسرش نه تنها با گرایش سیاسی اونها موافق نیستن، بلکه حتی همسرش تلاشای زیادی برای انصراف والدین خود برای دست کشیدن از حمایت از این گروه انجام داده که تا کنون بی اثر بود. بعد از انتشار این توییت توسط این فرد یعنی فدایی، اکانت‌های سایبری از آب گلالود ماهی گرفتن و ضد سروشیش کس یک سری پست‌ها گذاشتن. نمونش همون خبرگزاری‌های داخلی که دیدید چجوری سعی کردن سروشیش کس رو در این زمان بکوبن. بعد از این اتفاق هم چهره های زیادی از سروشیش کس حمایت کردن. مثلا این استوری پارسالی پیا، حسین رونقی که همچین متنی نوشته، یا حتی پوریا زراعتی، همه از سروشیش کس حمایت کردن. و حتی یه نفر جواب های سروشیش کس رو برای اشکان فدایی در توییتر منشن کرد و نوشت این صحبت ها رد گم کنی بعد از اخراجش. البته کامنت های منفی زیادی فدایی بعد از انتشار این پست گرفت. یا مثلا نیک یوسفی هم از سروشیش کس با این متنی که در توییتر زیر پست اشکان فدایی منتشر کرد حمایت خودش رو از سروشیش کس نشون داد. یا مثلا فردی نوشت آقا شما که سروش رفیقتین رو تایید میکنی که امیر فرشاد ابراهیمی گفت تنها چیزی که به سروش نمیچسبه همین اتهامه، حالا خودش حتما جواب میده، پدر مادر خانومش سالهاست هوادار اون سازمانن و سروش و کلا آزاده هم مخالفن و ارتباطی هم با اونها ندارن. سروشیش کس رو پدر رپ فارسی میدونن و از اولین رپرهای ایرانی بود که رپ رو وارد ایران کرد. سروش لشکری با نام هنری هیچ کس از خواننده های شناخته شده اعتراضی ایران در سبک رپ. نخستین آلبوم رسمی اون با نام جنگل آسفال در سال 1385 منتشر شد. هیچکس در فیلم کسی از گربه های ایرانی خبر نداره، ساخته بهمن قبادی که به موضوع گروه های موسیقی زیرزمینی در ایران پرداخته، در سال 1388 پخش شد حضور داشت و ترانه یه روز خوب میاد که واکنش اون به حوادث پس از انتخابات جنجال برانگیز ریاست جمهوری سال 1388 بود، از پرطرفدارترین ترانه های منتشر شده سیاسی در اون زمان به شما میره. او یک سال پس از خروج از ایران، یعنی در سال 1389، گروه ملتفت رو با همکاری چند موزیسین و خواننده رپ تشکیل داد. ببینید خبرگزاری تسنیم در رابطه با این خبر چجوری از آب گلالود ماهی گرفته. گفته که هیچ کس در جریان اغتشاشات به گفته خودشونا یکی از سلبریتی هایی بود که جوانان رو مبارزه مسلحانه دعوت میکرد و آموزش ساخت کوکتل مولوتوف میداد. اون از کشورهای خارجی خواسته بود تا علاوه بر قرار دادن نام سپاه پاسداران در لیست فلان به ایران حمله نظامی کنه. آخه این چه متنه؟ یک بچه 10 ساله انگار اینو نوشته. سروشیش کس خودش به تنهایی، یعنی اومده به کشورهای دیگه گفته به ایران حمله کنید، واقعا خنده داره. به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، اشکان فدایی رپر معاند با انتشار توییتی از یک راز بزرگ در جبهه ضد انقلاب پرده برداری کرد.
فدایی، با اینکه علت جدایی سروشیشکست رو از گروه رپ ملتفت ارتباط اون با سازمان منافقین خلق است، از نقش آزادی اکبری همسر ایشکست به عنوان عامل ارتباط با گروهک فلان مجاهدین خلق خبر داد. چندی پیش رعنای رحیم‌پور مجری مستعفی بی بی سی فارسی هم گفته بود که در جریان اختشاشات اخیر به گفته خودشون، به گفته همین سایت، 400 هزار دلار برای سروش لشکری هیچکس واریز شده. خبرگزاری تسنیم هم در نوبه خودش واقعا خنده‌دار و این چیزی که گفته اصلا یه جورایی از آب گلالود ماهی گرفتنه. فقط خبرگزاری تسنیم نبود و همه خبرگزاری‌های داخلی پشت سر هم با یک متن تقریبا شبیه به هم دارن همین جوری سروشیشکس رو میکوبن که همین مورد یه جورایی فدایی و مهدیار که اومدن همچین حرفایی در رابطه با سروشیشکست زدن رو یه جورایی آدم باید بهشون مشکوک بشه. عکسای سروشیشکست با همسرش هم که توی اینترنت خودش منتشر کرده همینجوری هست و همسرش هم یک بیوگرافی جدا داره که پدر مادر همسر سروشیشکست عضو گروه مجاهدین بودن و سروشیشکست هیچ ارتباطی با اون گروه نداره. سروش لشکری با سرلشکر خلبان حسین لشکری با سابقه ترین آزاده در بند نیروهای بعثی عراق نسبت فامیلی داره و از این نظر نیز منحصر به فرده. سروش لشکری با خانم آزاده اکبری مؤسس فروشگاه اینترنتی لاینز مدیا گروپ ازدواج کرده. همسرشون همچنین از فعالان حقوق بشر میباشه. چند وقت پیش هم همسر سروشیشکست یک ماجرا و جنجال با امیر تتلو داشت که منجر به بسته شدن پیج تتلو شد. خانم آزاده اکبری بعد از دعوت امیر تتلو از دختران جوان برای حرمسرای خود در اینستاگرام تونست با ارسال مدارک اکانت این هنرمند رو حذف کنه. او بعد از این ماجرا مورد هجوم طرفداران تتلو قرار گرفت که حتی تتلو هم یک آهنگ معروف برای خانم سروشیشکست به نام آهنگ خانم وزیری خونده. همیشه واکنش ها و انتقاد های زیادی در رابطه با همسر سروشیشکست توی فضای مجازی بوده و امیدوارم که این خواننده در آرامش و صحت و سلامت باشن. یکی دیگه از اتفاقای جنجالی و وایرال امروز شاهین شهر اصفهانه که در شاهین شهر اصفهان بچه هایی که اونجا مصدوم شده بودن پدر مادراشون دست به اعتراض میزنن و جلوی آموزش پرورش شاهین شهر میرن، که البته با حواشی و اتفاقات زیادی همراه بود که گاز اشکاور رو جهت متفرق کردن والدین دانش آموز در شاهین شهر یه جورایی به سمتشون پرتاب میکنن، که بعضیا گفته بودن اینجوری گاز میزنید و مصدوم میکنید که بگید مصدومیت کار شما نبوده، که واقعا در رو به خودش حسابی جنجال برانگیز و عجیب بود. زورتون به سنگ قبر رسیده؟ سنگ قبر محسن شکاری و همچین بلایی سرش آوردن که واقعا در نوبه خودش حسابی عجیب غریب و وحشتناک. نازی پرسپولیس هم حواشی زیادی داشت که عکسایی که از رهبر جمهوری اسلامی و حتی قاسم سلیمانی سردار جمهوری اسلامی در بازی پرسپولیس اونجا زده بودن رو مردم و تماشاگرها گفتن که توی فضای مجازی اونا رو پاره کردن. و در نهایت همینم وضعیت روز قدس که دوربین هایی که برای کشف حجاب یه جورایی مردم رو جریمه میکنن در روز قدس به درستی کار نکردن و یه جورایی از کار افتادن. نمجیبه.